همزمان با دومین سالگرد امارت اسلامی، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید که وضعیت حقوق بشری به ویژه بنوان در افغانستان عمیقا نگران کننده است. آقای گوترش در توییت گفته که جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند، اما امارت اسلامی همواره تأکید کرده که موضوع بنوان یک بحث داخلی کشور است و جهان نباید در آن مداخله کند. همیرا یوسفی جزئیات می‌دهد. وضعیت کنونی افغانستان موضوع نگران کننده جهان. همزمان با دومین سال سقوط جمهوریت و روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که وضعیت حقوق بشر به ویژه بانوان در افغانستان عمیقا نگران کننده است. آقای گوترش در توییت نگاشته که جهان نباید مردم افغانستان را فراموش کند. اکنون دو سال از تسلط طالبان بر افغانستان میگذرد. وضعیت در این کشور عمیقا نگران کننده است. از جمله محدودیت‌های شدید اعمال شده بر حقوق زنان و دختران. جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند. زموږ غوښتنه د خپلو چارواکو نه ده، د خپل د کور په منځ کې د خپلو خلکو نه ده چې تاسو باید د میرمنو غږ ته باید درناوی وکړئ، د دوی ستونزو ته توجه وکړئ، او په هغې پالیسیانو کې چې بدلون ضروري ګڼل کېږي چې زموږ تاسو په منځ کې نن ورځ واټن راوستی دی، په دې باندې باید کار وشي. نقض حقوق بانوان از موضوعات است که جامعه جهانی همواره آن را عامل اصلی تحریم ها و رسمیت نشناختن حکومت سرپرست، کاهش کمک های بشردوستانه و فعالیت نهادهای مددرسان در افغانستان عنوان کرده است. وضعیت زنان و دختران در افغانستان واقعا نگران کننده است. اگر اوضاع به این حالت باقی بماند، ما شاهد حذف نیمی از پیکر جامعه خواهیم بود که تاثیرات بدی بالای نسل های آینده و پیشرفت افغانستان دارد. اما امارت اسلامی تاکید می کند که بحث بانوان یک موضوع داخلی کشور است و جهان نباید در آن مداخله کند. این در حال است که روز پیش کارشناسان ملل متحد در یک بیانیه گفته بودند که عملکرد امارت اسلامی در این دو سال و نقض حقوق بشر در افغانستان نشان داده که هیچ تغییری در این مدت حکومتداری به وجود نامده است.